Why are you doing this to me? ۲۱ ژانویه 1998 رأس ساعت 6:30 صبح صدای زنگ ساعت توی یکی از خونه‌های قدیمی اسکاندیدوی کالیفرنیا همه اعضای خانواده کرو رو از خواب بیدار کرد. استیون پدر خانواده برای قطع کردن آلارم وارد اتاق استفانی دختر 12 سالش شد و بعد چند تا واحد پلیس و امدادگر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. طبق گزارش پلیس استفانی با 8 ضربه چاقو به قتل رسیده بود. چاقویی که تو خونه هیچ وقت پیدا نشد. قفل در و پنجره ها سالم بود و اثری از تهاجم به خونه وجود نداشت. فقط یه در کشویی به اتاق والدین نیمه باز بود که با توجه به وجود پرده و وسایل پشتش بعید بود کسی بتونه بی سر و صدا وارد خونه بشه. این معنیش اینه که یه نفر از اعضای خانواده دست به این جنایت زده. مامورا بعد از جمع‌آوری اطلاعات از محل حادثه پدر و مادر و بچه‌ها رو برای سوال و جواب به مقر پلیس منتقل کردن. نفر اول استیو پدر قربانی بود. 38 ساله، نقاش ماشین. پاسپورت‌ها احتمال می‌دادن که استیو دخترش رو مورد آزار و اذیت قرار داده و بعدش هم اونو کشته. نفرات بعدی به ترتیب مادر، برادر بزرگتر و خواهر مقتول بودن. تو این فاصله که خانواده کرو بازجویی می‌شدن، چند تا از مامورای متخصص بازرسی صحنه جرم سرنخ‌های جدیدی رو تو اتاق استفانی پیدا کردن. یکیش این نوشته پایین پنجره بود و بعدی چند تا تار مو بود که لای انگشتای دست راست قربانی پیدا شد. پزشکی قانونی گزارش داد این مو متعلق به مایکل، پسر 14 ساله خانواده است. وقتی این خبر به اداره پلیس رسید، مایکل روی صندلی نشسته بود و داشت بازی می‌کرد. به نظر می‌اومد که اون از لحاظ عاطفی نسبت به بقیه اعضای خانواده کمتر درگیر این حادثه شده. مایک تو سوال و جواب اولیه به پاسپورت‌ها گفت که ساعت 4:30 صبح بیدار شده، از جلوی اتاق خواهرش رد شد و رفته تو آشپزخونه، اما ندیده که استفانی روی زمین افتاده باشه. پاسپورت‌ها برای گرفتن اعتراف مایکل رو دوباره به اتاق بازجویی منتقل کردن. طبق آمار پلیس امریکا بیش از 80% مظنونین با اینکه از حقوق اولیه‌شون تو اتاق بازجویی برای جواب ندادن به سوالات و داشتن وکیل مطلعن، اما بازم از این حقوق چشم‌پوشی میکنن. احتمالاً چون احساس میکنن سکوت یعنی یه جرمی مرتکب شدن. در واقع فکر میکنن کسی که چیزی برای پنهان کردن نداره از حرف زدن نمیترسه. Do you have any idea who may have wanted to harm your sister? No. If you had anything to do with it, would you tell me? Yes. There would be no reason for your hair being in Stephanie's room after she was dead. بعد از 14 دقیقه مصاحبه، بازپرس اتاق رو ترک میکنه و مایکل رو تنها میذاره. هدفش از این کار هم مشاهده رفتار مظنون از بیرون اتاق، هم مشورت با بقیه اعضای تیم. این تکنیک ممکنه چند بار در طول بازجویی تکرار شه. تو این مورد 7 دقیقه بعد بازپرس با یه استراتژی جدید دوباره برمیگرده. With taking a truth verification in them? None at all? Do you act like there's a question? Spent all day away from my family. I couldn't see them. I feel like I'm being treated like I killed my sister. But I didn't. It feels horrible. پاسپورت دوباره اتاق رو ترک میکنه و بلافاصله بعدش کاراگاه دوم وارد میشه. اینجور وقتا معمولاً استراتژی پلیس خوب و بد تو دستور کار قرار میگیره. پلیس خوب سعی میکنه با هر روشی با سوژه رابطه دوستانه بسازه. مثلا در مورد مدرسه، بازیهای کامپیوتری و چیزای بی ربط به حادثه حرف بزنه تا گارد مظنون رو باز کنه و اونو به همکاری دعوت کنه. You know I'm a pretty good guy, you can obviously sense that. I mean I'm not hitting you with a rubber hose, am I? I'm here to verify what you're saying. Okay? We're going to work through this together. Okay? Okay. I can tell you
this instrument here, okay, is what they call a computer voice stress analyzer. Now you'll appreciate this, being into computers. What are some things we want to learn here, do you think? If I know who did it, if I did it. Okay, well let's do that then. Do you know who let's say took Stephanie's life? Yeah. Okay. Would that be a good fair question? Yes. Okay. Do you know who took? Do you know how she died? No. دستگاه استرس سنج سال 1988 معرفی شد. این دستگاه نسبت به تست پالیگراف هم ارزون‌تره، هم تو بعضی از مواقع دقت بالاتری داره. نحوه کار کردنش هم ساده است. وقتی یه نفر تو پاسخ به یه سوال دروغ میگه، ماهیچه‌های صوتیش ناخودآگاه سفت میشه و دستگاه لرزش رو در قالب یه گراف ثبت میکنه. این تصویر یه پاسخ صادقانه و این یکی نمودار یه دروغه. Are you sitting down? Do you know who took Stephanie's life? No. Is today Thursday? Yes. Did you take Stephanie's life? No. Go over these charts and I'll be back here in a couple of minutes, okay? بعد از 4 ساعت بازجویی و 8 دقیقه تست سنجش استرس، حالا همه باید تا ساعت 4 بعد از ظهر منتظر جواب بمونن. در تمام طول این مدت والدین مایکل فکر میکردن پسرشون تو مرکز مراقبت از کودکان و هیچ اطلاعی از ماجرای بازجویی نداشتن. What did you think? What were your thoughts through the whole thing? I don't know. Nervous. Nervous? Okay, let's go over that. What were you nervous about? I don't know, that it might be wrong. Okay, in what way? It might say I did kill Stephanie. Okay, and why would it say that? I don't know, because everyone's already treating me like that. And I can understand your feelings there, okay? I mean, you're 14 and you've been through a lot, okay? But this instrument doesn't know you, does it? No. Science is in our favor, okay? Technology's on our side. Okay? I mean, can you understand that? بازپرس نموداری که دستگاه از پاسخهای مایکل داده رو بهش نشون میده. اینطور که مشخصه سوژه به 12th سوال صادقانه جواب نداده. Maybe there's something we need to understand about Michael and about your sister that we didn't understand. Maybe somebody could help. It's okay. It's okay to feel the way you feel. I really don't know. I don't know why I'd say that. I swear. I swear to God, I don't know. We can't bring her back. She's gone. Okay? You're fighting it. You're I don't know what to do anymore. I understand. You haven't been told that I'm lying. I'm not saying, Michael, I'm not saying that. Have you heard me say that? What if they come back and say to you, Michael, we have your hair? از لحاظ قانونی تو امریکا استفاده از فریبکاری مثل دروغ گفتن در مورد نتایج تست سنجش دروغ برای مامورای پلیس با هدف گرفتن اعتراف مجازه. البته این شامل آزار جسمی و روانی نمیشه. با پیگیری بعضی از کارشناسای حقوقی که معتقد بودن تکنیکای فریبکارانه به اعتبار پلیس صدمه میزنه، چند تا از ایالتهای امریکا سال 2021 استفاده از این تکنیک رو برای مظنونین خردسال ممنوع کردن. اما اینجا تو اتاق بازجویی مایکل تقریبا هیچ چیزی دست پلیس رو برای گرفتن اعتراف نبسته. You say, Michael, we have your hair in her hand. You go, now what? I mean, what are you going to do at that point? I mean, I would do a complete breakdown without knowing it. I don't know. Okay. Hypothetically. Could that have happened? No, not that I know of. Not that you know of. Like I said, I would have to be completely unaware of it. Okay. I blame him. If I knew who did it, you would know. Everyone would know right now. Okay, why? Because whoever did it, if I ever find out, hate them forever. I love her. Love her feeling. بازپرس اینجا دوباره بعد از درگیر کردن ذهن مایکل اونو برای دقایقی تو اتاق تنها میذاره. مظنون تو این شرایط وقایع رو بارها با خودش تکرار میکنه و حتی تحت اضطراب شدید به اعتراف هم فکر میکنه.
از طرف این قطع کردن روند بازجویی دفاع ذهنی سوژه رو مختل میکنه و مقاومتش رو میشکنه. درست همینجاست که اولویت اولش میشه حل و فصل پرونده و رها شدن از زیر فشار بازجویی. حالا وقتش پاسپورت اول دوباره برگرده به اتاق. For the person who did it, not to get blood on him, yeah. Okay, and not to transfer that blood to other parts of the house. Yeah, we found blood in your room already. God, we use processes called. Where'd you find it? Pardon me. Where'd you find the blood? I'm sure you know. What? God, I don't know. I didn't do it. Don't swear to that. Does that mean you can't tell me about the knife? What are we talking about? Okay. What are we talking about? You're 14? Yes. You got your whole life ahead of you, don't you? Yeah. God. Oh, God. God. Why? You tell me. If I did this, I don't remember it. I don't remember the bed. And you know what? That's possible. بازجویی اینجا متوقف میشه و ادامه کار موکول میشه به فرداش، یعنی 23 ژانویه. حالا این بار تو اتاق بازجویی علاوه بر بازپرس یه روانشناس هم حضور داره. اون از مایکل میخواد یه نامه برای خواهرش بنویسه. این نامه مدرک خاصی محسوب نمیشه، اما پلیس از اون به عنوان یه ابزار احساسی برای بیشتر درگیر کردن و تحت فشار قرار دادن مظنون استفاده میکنه. متن نامه‌ای که مایکل نوشته اینه: استفانی عزیزم، اونا منو تو جهنم گذاشتن که البته فکر میکنم حقمه. اگه من کاری کردم واقعا دیوونم. تنها رایی که میفهمم این کارو کردم اینه که اونا به من گفتن. میخوام بدونی من واقعا خودم نبودم که بهت زدم. حالا بازپرسا با استفاده از کلماتی که مایک تو نامه نوشته فشار بازجویی رو بیشتر میکنن و ازش درباره جزئیات قتل میپرسن. And you have my personal guarantee that the help you need to accept this is going to be forthcoming. That is what the system is geared for. I want to go down that path. No, cut it out, Mike. Cut it out. The reason I'm sounding impatient, Mike, is the 11th hour is rapidly approaching. All this evidence is going to be in. You put a rush on some things that, quite frankly, is going to bury you, my friend. Like, I have this overwhelming feeling that I killed her, but... Okay, let me hear about it. But it won't... I'll lie. I'll have to make it up. That's the story, Michael. That night... Is that a knife? Went to the room. Did I stab you? How many times did you stab her? Can you lie three times? Would you tell me what the truth is? So the reason I'm trying to lie here is because you presented me with two paths. I'm just definitely afraid of it. I'd rather die than go to jail. Okay. Where'd you get the knife? What did you do with the knife afterwards? I don't know what I did with the knife. Give me some of these details. Not your hollow lying. مایک تو ادامه اظهاراتش میگه سه نفر درون من زندگی میکنن که یکیشون شیطانه و احتمالاً اون باعث شده دست به این جنایت بزنم. اینجا با اعتراف مظنون جلسه دوم بازجویی به پایان میرسه و مایکل به بازداشتگاه جوانان منتقل میشه. پلیس به خانواده کرو که تو مراسم خاکسپاری استفانی بودن اطلاع میده هم قاتل بازداشت شده، همین که فهمیدن هم دستاش کیا بودن. گویا وقتی مامورا برای تحقیقات بیشتر رفته بودن خونه جاشوا، دوست صمیمی مایکل، یه چاقو زیر تختش پیدا کردن. چاقویی که خودش میگفت از دوستش آرون دزدیده. پلیس معتقد بود با توجه به نوع جراحات روی بدن قربانی، این دختر با یه همچین چاقویی کشته شده.
به این ترتیب جاشوا هم به مقر پلیس منتقل شد و تو دو مرحله مثل رفیقش مایکل مورد بازجویی قرار گرفت. The evidence is not screaming at all. What do I do with Josh? I charge Josh with the murder of 12-year-old Stephanie Ann Crowe. That's the only option I have. Why? Josh had the murder weapon. I'm supposed to go in there and sort of take care of keeping Stephanie quiet. And Aaron was supposed to go in and take care of the business. It was going to happen. And I was going to dispose of the knife when it was done. Michael came back a little while after that. And he was renting the knife in the sink. بعد از این بازجویی جاشوا و آرون هم به اتهام همدستی تو قتل استفانی بازداشت و به رفیقشون تو زندان جوانان ملحق شدند. 8 ماه بعد دادگاه اول برگزار شد. وکلای مدافع هر سه تا متهم اعترافاتی که اونا تو اتاق بازجویی کرده بودن و پس گرفتن و ادعا کردن این بچه‌ها به صورت غیر ارادی و تحت فشار اون حرفا رو زدن. قاضی اینجا از یه متخصص برای بازبینی فیلم بازجویی کمک گرفت. با اینکه استفاده از فریبکاری برای بازپرس از نظر قانونی مجازه، اما در نهایت اقرار اولیه باید اختیاری باشه. اگه تکنیکای فریبکارانه بازپرس به اراده مظنون غلبه کنه، اعتراف برای دادگاه قابل قبول نیست. خلاصه نتیجه بازرسی دوباره این شد که فشار کاراگاه روی مظنونین بیش از حد بوده، به این ترتیب نمیشه به اعترافات استناد کرد. پرونده اینجا با حذف مهمترین مدرک موجود، یعنی اعتراف مظنونین اصلی، به نقطه صفر برگشت. 1 ماه گذشت. تحقیقات گسترده تیم رسیدگی به ماجرای قتل استفانی کرو به مدرک جدید ختم شد. اینطور که معلومه 1 سال قبل از کشته شدن استفانی یک گزارشی در مورد رفتار عجیب یه مرد 28 ساله به نام ریچارد توییت توسط همسایه‌های خانواده کرو تو اداره پلیس ثبت شده بود. گویا ریچارد که سابقه اختلالات روانی و مصرف مواد هم داشته، اون روز در خونه ها رو میزد و دنبال دوست دختر قدیمیش میگشته. شب قتلم اطراف خونه خانواده کرو در حال سرک کشیدن از پنجره ها دیده شده. سوابق این مرد نشون میده اون 3 هفته بعد از قتل استفانی به جرم مزاحمت برای بچه ها دستگیر شد و 3 سال افتاده زندان. تو این 3 سال 3 بار با آزادی مشروط اومده بیرون، دوباره به جرم سرقت و مزاحمت دستگیر شده. پلیس بعد از آزمایش دی ان ای متوجه آثار خون روی سویشرتی که این مرد شب حادثه تنش بوده شد. لکه‌های خون متعلق به استفانی بود. به این ترتیب 10 فوریه 1999 مایکل، جاشوا و آرون از زندان آزاد شدن و ریچارد متهم اصلی پرونده قتل دختر 12 ساله خانواده کرو شد. 5 سال بعد دادگاه ریچارد توییت رو به جرم قتل عمد به 13 سال حبس محکوم کرد. اما این پایان ماجرا نیست. سال 2011 محکومیت ریچارد توسط دادگاه استیناف به دلیل اشتباه تو روند محاکمه اول لغو شد. اونا متوجه شدن اطلاعاتی که در اختیار هیئت منصفه برای رأی نهایی قرار گرفته به اندازه کافی شفاف نبود و روی تصمیم گیریشون تأثیر گذاشته. 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر برگزار شد و این بار رأی هیئت منصفه بر اساس شواهد و مدارک جدید به بیگناهی متهم تغییر کرد. اونا استدلال کردن از اونجایی که هیچ مدرک فیزیکی به غیر از لکه‌های خون روی لباس وجود نداره، ممکنه خون استفانی به پیراهن متهم منتقل شده. به این ترتیب ریچارد توییت بعد از تبرئه سال 2013 از زندان آزاد شد. این حکم با واکنش‌های متفاوتی از طرف مردم مواجه شد. بعضی‌ها معتقد بودند عدالت اجرا شد و یه سری‌ها مخالف این حکم بودند. از اونجایی که بعد از آزادی ریچارد توییت مجریای قانون پیگیری این ماجرا رو متوقف کردند، از لحاظ قانونی این پرونده به طور قطعی حل شده و مختوم اعلام شد.